با سلام و درود، در این قسمت طبق درخواست شما عزیزان زندگی نامه دو کمدین بزرگ تاریخ دنیا رو براتون آماده کردیم، لورل و هاردی. چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیه که ویدیو رو لایک کنید. در ادامه با افسیوی همراه باشید. What do you mean, getting my wife drunk? No! Oh. در ابتدا از اینجا شروع میکنیم که کارگردان اسکاتلندی از ساخت فیلم زندگی نامه لورل و هاردی، دو ستاره فقید سینمای کمدی، به عنوان جدیدترین پروژه سینمای خودش خبر داده. این کارگردان در ادامه گفته داستان بسیار زیبایی از زندگی این دو کمدین معروف وجود داره که وابستگی اونها به حدی بوده که نمیتونستن بدون یکدیگر زندگی کنن. این فیلم قراره به زندگی شخصی این دو چهره خارج از قاب دوربین بپردازه که مطمئناً با اون چه دیگران درباره اونها متصورن بسیار متفاوت خواهد بود. ما هم بی‌صبرانه منتظر این فیلم هستیم و اگر این فیلم اومده دنبالش میگردیم و حتماً تماشاش میکنیم. استن لورل متولد 16 ژوئن 1890 در انگلستان و الیور هاردی متولد 18 ژانویه 1892 در ایالات متحده است. جالبه بدونید که استن و الیور در سال 1919 در کمپانی فاکس قرن 20 و در فیلم سگ خوشبخت که در سال 1921 اکران شد همکاری خودشون رو آغاز کردند و سپس به استدیوی فیلمسازی هال روچ پیوستند. اما اولین فیلم دو نفره اونها شلوار پوشاندن به فیلیپ نام داشت که در سال 1927 آغاز همکاری رسمی این دو بود و این همکاری در حدود 30 سال ادامه پیدا کرد. استن لورل در چند فیلم از جمله سوپ اردک با الیور هاردی همبازی شد و استقبال بی‌نظیر مردم از آثار کمدین‌ها موجب شد تا این زوج سینمایی رسماً آغازگر مجموعه فیلم‌های لورل و هاردی بشن. فیلم‌های کوتاهی مانند نبرد قرن و مردان متأهل هم باید به خانه برند، تجارت بزرگ و بسیاری فیلم‌های دیگر نتیجه همکاری این دو کمدین بزرگ بود، تا جایی که فیلم جعبه موسیقی اونها در سال 1932 موفق به دریافت اسکار بهترین فیلم کوتاه جهان شد. البته باید اذعان داشت که فیلم هایی که در جریان جنگ جهانی از این دو بازیگر بزرگ ساخته شد چندان موفقیت آمیز نبود و البته در یک دوره زمانی محدود هم به علت بیماری دیابت لورل الیور مجبور شد دو فیلم رو بدون حضور او بازی کنه. در سال 1956 اونها قصد داشتند در یک مجموعه تلویزیونی به نام افسانه لورل و هاردی که بر اساس داستان‌های کودکان بود بازی کنند، اما متاسفانه الیور به علت سکته قلبی در روز 15 سپتامبر سال 1956 فلج شد و برای چند ماه در خانه بستری شد و قادر به صحبت یا تکان خوردن نیز نبود و سرانجام در 7 اوت سال 1957 درگذشت. پس از مرگ هاردی، استن لورل هم به صورت رسمی از حرفه بازیگری کنارگیری کرد و به علت بیماری نتوانست در مراسم تدفین همبازی و دوست نزدیکش شرکت کنه.
گفته میشه که مرگ اولیور تأثیر وحشتناکی بر لورر گذاشت، به طوری که او دیگر نتوانست تا آخر عمر خودش رو پیدا کنه. اسن لورر نیز آخرین سالهای عمر خود را در آپارتمان کوچکی در اوشینا هتل در سنت مونیکا سپری کرد و سرانجام وی نیز در 23 فوریه سال 1965 در سن 74 سالگی چند روز پس از حمله قلبی درگذشت. و جالب ترین نکته این که در بخشی از وصیت‌نامه خودش نوشته بود اگر کسی در مراسم درگذشت من گریه کند دیگر با او صحبت نخواهم کرد. همراهان گرامی، نظر شما درباره این دو فوق ستاره کمدی جهان چیه و اگر بخواید از 1 تا 10 به اونها نمره بدید چه نمره‌ای رو براشون در نظر دارید؟ حتما توی کامنت ها برای من بنویسید.